هشدار وزیر خارجه آلمان، اتحادیه اروپا اجازه نخواهد داد تهدیدات رژیم ایران مانع اتخاذ مواضع قاطع علیه تلاش رژیم برای دستیابی به تسلیحات اتمی شود. موضع‌گیری ترکیه در قبال تهدید و شانتاژ رژیم آخوندی برای بستن تنگه هرمز. داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه اعلام کرد ترکیه مخالف هر گونه تهدید درباره بستن تنگه هرمز است. پذیرش تأمین نفت ترکیه توسط عربستان پس از اعمال تحریم نفتی رژیم آخوندی در نشست مشترک وزیران خارجه شورای همکاری خلیج فارس با ترکیه. شدت گرفتن قیام‌ها در سوریه برای سرنگونی بشار اسد. کشته شدن دست کم 46 نفر در تظاهرات امروز. گزارش CNN. استقرار رزمندگان در دمشق نقطه عطف در قیام سوریه. دبیر کل ملل متحد: بشار اسد باید کشتار را فوراً متوقف کند و به تمام خشونت‌ها پایان دهد. تلاش اتحادیه عرب برای تغییر مواضع روسیه و چین در شورای امنیت و تصویب قطعنامه علیه رژیم اسد. حمایت اقلیم کردستان عراق از قیام مردم سوریه. بارزانی اعلام کرد ما از هر تصمیمی که شورای ملی سوریه اتخاذ کند حمایت میکنیم. بیانیه کاخ سفید درباره گفتگوهای جو بایدن معاون رئیس جمهور عراق آمریکا با دکتر عیاد اللاوی رهبر ائتلاف العراقیه و اسامه نوجتی رئیس پارلمان عراق. معاون رئیس جمهور اهمیت حل و فصل موضوعات معوقه و حل ناشده از طریق روند سیاسی را مورد بحث قرار داد. تلویزیون شرقیه: دولت آمریکا در قبال بحران سیاسی جاری در عراق تأکید دارد که دولت عراق باید دولتی فراگیر و منعکس کننده از نتایج انتخابات و آرزوهای مردم عراق باشد. بایدن حمایت دولت آمریکا از گفتگوهای سران سیاسی به منظور اجرای ترتیبات تقسیم قدرت را اعلام داشت. سقوط مجدد ارزش ریال تنها یک روز پس از اجرای طرح تکنرخی ارز، قیمت هر دلار به 1850 تومان افزایش یافت. و ابراز نگرانی نایب رئیس مجلس رژیم از کابوس سرنگونی و تکرار قیام‌های مردمی همزمان با بحران رژیم در نمایش انتخابات. قیام 25 بهمن ماه سال گذشته از قیام عاشورای سال 88 خطرناک‌تر بود.